با سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، یک سه شنبه بسیار خوب آفتابی داریم. آخرین روزایی که تو اکتبر 2023 24 اکتبر 2023 هستش و هوا خوبه و در حال داریم به سرعت میریم به سمت زمستون سرد کانادا، ولی خبرهای خاورمیانه با توجه به حمله های شدید اسرائیل در که امروز 18 جنگ اسرائیل و فلسطینی ها دوره جدیدش هستش میگذره. امروز 24 اکتبر 2023 برابر با 4 آذر 1402. میدونی خیلی دوست داشتم قیافه ملینیا جولی رو، وزیر امور خارجه بی تجربه و آماتور و گلابی جاستین ترودو رو، وقتی که رفت خاورمیانه، رفت اسرائیل، رفتش اردن، بعدش که تخلیه بکنن کانادایی ها رو از اسرائیل و غزه. اولا یکیش اینه که اولا در حدود 4000 تا اسرائیلی رو آوردن، ولی هنوز 400 تا کانادایی که توی غزه و نوار غربی هستش نیاوردن. بنابراین غیر نزنید بگید آقا جش تمام شهروندان کانادا برابرن. مثل ایرانی ها که شهروندای درجه دو حساب میشن، فلسطینی هم شهروندای درجه دوش حساب میشن. این از این. بله داشتم میگفتم خیلی دوست داشتیم خانم جلملی وقتی فکش میفته پایین. امروز هم با وزیر امور خارجه امارات متحده صحبت کرد. چند روز پیشم احمد حسین وزیر بله قربانگوی ترودو رفته بود توی کنفرانس صلح در مصر و خب البته بدون هیچ نتیجه پایان یافت دیگه، چون اسرائیل اصلا قبول نکرد و در حال کشور اروپایی و آمریکا و کانادا هم که دنبال نتانیاهو هستن و هرچون بگه اینا گوش میکنن و خلاصه و به نتیجه پایان یافت. خیلی خلاصه خیلی دوست دارم وقتی با همه اینا صحبت میکنه مسلما یک چیزی بهش میگن که آقا اولا یک طرف اصلی جنگ، طرف اصلی درگیری ها فلسطینی ها اونجا حضور ندارن، یعنی نمایندگی هاشون اونجا نیستن و از همه مهمتر اینی که ایران به عنوان کشور قدرتمند منطقه که تو سوریه و توی عراق با نفوذ آمریکا مقابله کرد و داعش رو اونجا شکست داد و در حال خط آمریکا رو اونجا شکوندش، خط آمریکا اسرائیل رو شکوند، حضور نداره. یعنی هر جا صحبت میکنه آخرش میرسن به ایران. خب ایرانی هم که رابطه ندارن کانادا. الان جاستین ترودو مثل خر تو گل مونده که آخه چه غلطی کردیم با ایران، قطع رابطه کردیم، هیچ ارتباطی هم نداریم. الان که در حدود 222 تا از اسرائیلی ها اسیر گرفتن و بردن تو غزه، چند تاشون هم کانادایی، 4 تا کانادایی هم کشته شدن که همشون توی ارتش اسرائیل بودن و همشون هم تو سرزمین های اشغالی بودن. جون انسان ها همه عزیزه، در حال فرقی هم نمی کنه. ولی نمیشه که آقا بگیم آقا اسرائیلی ها کشته شدن خیلی بد بوده، فلسطینی ها کشته شدن اشغال نداره. در حال توی این قضیه یک نکته خیلی جالبی هم که هستش و واقعا بایستی بهش پذیرفتینه، اونهایی که فکر میکردن، اونهایی که داستان داشتند این جنگ اخیر یک چهره خیلی از حرفا رو روشن کرد، خیلی از مسائل روشن کرد. ببینید این که کی حقه کی حق نیست یک بحث دیگه است، در مورد اونم میشه بحث کرد با هر کم حاضر هستش، حاضرم مناظره کنم تو کانادایی باشه غیر کانادایی باشه. ولی یه نکته هستش، آقا شما نمیتونی حقوق بشری باشی ولی چشتو ببندی به این قتل و آدم کشی و نسل کشی که داره اتفاق میفته دیگه. ببینید فرق نمیکنه، همونجوری که حماس حمله میکنه اگه غیر نظامی ها کشتشن بایستی باش انتقاد کرد و برخورد کرد، نمیشه. شما فقط دیشب 400 تا مورد بمبارون کردن غزه رو، همش هم میگن اهداف فلسطینیه. بابا جان اون گوساله‌هایی که تو ایران هستن و مثلا میگن آمریکا حمله کنه، خب آقا این حماسی ها مثل بسیجای خودمون دیگه، بسیجای ایران، آقا خونه‌شون همه جا هستش دیگه، مثلا بیشتر هم پایین شهرن دیگه برفرض دیگه. خب آقا میخواد این اهدافو بزنه که ارتش که نیستن که شبه نظامیان، خب همه جا هستن دیگه، خب هر جا باشن همه جا رو میزنن دیگه، میگه اهداف نظامیه. خب پس متوجه شدید که اون موقعی که ما میگفتیم که آقا کسانی که حقوق بشری نیستن و دروغ میگن
نمونهش برید ببینید، حامد اسماعیلیون اکتبر 11 به شدت حماس رو محکوم کرد و از اسرائیل دفاع کرد، ولی از اون روز امروز 24 اکتبر 17 روز گذشته، امروز 18 جنگ خفه خون گرفته. رضا موریدی دو روز بعدش 100% از اسرائیل حمایت کرد، تا الان خفه خون گرفته. مهرداد آریان‌نژاد رئیس تیرگان خفه خون گرفته. پیام اخوان بهایی دادستان خفه خون گرفته. کاوه شهروز خفه خون گرفته. البته کاوه شهروز چند تا مقاله نوشتش که آقا جون این نماینده مجلس رو اینا رو که به خاطر اینکه انتقاد کرد اخراجش کردن اخراج نکنین، چون دیگه گند سیستم دموکراسی غرب اومده بالا دیگه، دیگه واقعیتی دیگه، دیگه از نزدیک ما دیدیم دیگه، چون تخصص من حوزه کاناداست دیگه، هر روز باهاش سر و کار دارم، ملت رو میبینم، سیاستمدارا رو میبینم، خبرها رو دنبال میکنم دیگه. خدمت رو عرض کنم، پس دیگه نیاید بگید آقا اونهایی که اینها هیچ کدومشون حقوق بشری نیستن، خانم نرگس محمدی هم که خفه خون گرفته، شیرین عبادی هم که خفه خون گرفته. ببینید جمهوری اسلامی دموکراتیک نیستش، ولی جمهوری اسلامی حداقلش اینه که از اسرائیل حمایت نمیکنه، حداقل تو این منطقه، تو این تیکه داره درست میگه، تو این تیکه جای درست تاریخی وایساده. اگه کنفرانس صلح مستم شکست خود به یه دلیله، چون تمام اون کشورهایی که اومدن، تمام کشور خاورمیانه، مردمشون هوادار فلسطینی ها هستن، خواهان پایان اشغال هستن، خواهان اینان که کشور فلسطین به رسمیت شناخته شه، به تبع از در کنار موضع سیاسی ایران قرار دارن دیگه. حالا شما هر چی میخواین بگین بگین. یه خدمتتون عرض کنم که ببینید، حالا متوجه شدین وقتی بگیم کنگره ایرانیان، شما نمیتونید، آقا نشون دادش که سیاستمدارای کانادا نوچه و نوکر اسرائیلی ها هستن و فقط دنبال روی اونان، هیچ تعارفی هم ندارن. اسرائیلیا پشت تمام تحریم های ضد انسانی هستن، پشت هر گونه تحریک برای جنگ علیه ایران هستن، خواهان به شدت، خواهان انزوای ایران، جامعه ایرانی تو کانادا از نظر اقتصادی هستن، فشار اقتصادی هستن، چون تهدید اقتصادی میبینن، تهدید سیاسی میبینن. بنابراین ببینید کسایی مثل علی احساسی، مایکل پارسا، رضا مریدی، مهرداد آریان نژاد، پیام اخوان، کاوه شهروز و همه این عرازل اوباشی که از اسرائیل حمایت میکنن و همه شون هم بلا برو برگرد پشت حقوق بشر قائم شدن، علیه جمهوری اسلامی هستن، در حقیقت فرقی نمی کنن، اینا هم دیکتاتورن. اینا هم اگه سر کار باشن توی کشور، توی ایران، از اینا بدتر انجام میدن، یعنی هیچ رحمی به هیچکی نمیکنن دیگه، دیدیمشون دیگه. چون شما تو کانادا نمیتونی موضع داشته باشی علیه اسرائیل، ولی پست دولتی داشته باشی، پست مدیریتی داشته باشی، چون رسانه‌ها دستشون خفت میکنن. این دوستان کنگره حالا میفهمن که بابا جان وقتی میگیم شما وقتی میخوای موضع بگیری، آقا جان حریف اولت لابی اسرائیل تو کاناداست، باید اینو خنثاش کنی از طریق سیاسی. برای جاستین ترودو چند روز پیش نوشته بودم، چون انتیسمیتیزم بود، یهودی ستیزی بود، نوشته بود ما به هیچ وجه اینو قبول نمی‌کنیم. نوشتم واقعا خدا پدرتو بیامرزه، ما هم به شدت مخالف یهودی ستیزیم، ولی خدا پدرتو بیامرزه جاستین خوشتیپ که روزای آخرتو داری میگذرونی، چون به شدت کانادایی ازت شاکیان، علم دو دسته شدی رفتی مسجدم هود کردن، معذور شدی بری بیرون. ببین دیگه دوران چیز تموم شده، دوران شامورتی بازی تموم شده، دوران اینترنت، دوران فضای مجازی، همونجوری که تو ایران نمیشه سر همه رو کلا گذاشت، هرچی دولت میگه قبول کرد یا حکومت میگه، اینجا هم همینجوره. خلاصه خدمت عرض کنم که دیگه نمیشه که شما وارد قضیه ایران بشی بعدن بگی که نه آخه اینا اشکال نداره و بایستی تحریم بشه و اینا جمهوری اسلامی نمیدونم بده و سپاه باید بره تو لیست تروریستی. اینا حرفای اسرائیلی هست. شک هم اصلا تو چیز، هر کی هم گفته الان دیگه خودشون هم میدونن دیگه کجای کار وایسادن دیگه، جای نگرانی هم نداره. البته این چیز تاریخیه. بله برای جاستین ترودو ریگامی نوشتم که جاستین جان باید به شدت علیه یهودی ستیزی انجام داد. گفتم ببین من 30 خورده سال تو کانادا تو سیاستشم هستم، یک دونه من حادثه خوشبختانه شکر خدا ندیدم که یه دونه آسیب، یه دونه سیلی به دونه یهودی به خاطر یهودی بودنش تو کانادا بخوره، ولی حداقل ده ها مسلمان کانادایی تو این 7 8 سال اخیر توی توسط سفیدپوستای نژادپرست تروریست کشته شدن. آقا شما چی میگی؟
بابا تو کانادا الحمدلله امنیته، مردم هم که تظاهرات میکنن، کمون که یهودی ها پیروز تظاهرات کردن یانگو بلور به اونجا رو جلوی کنسولگری اسرائیل، اصولا اونوری ها میان شعار میدن، اینوری ها هم شعار میدن، ولی اینا شاکی هن. اینا میگن نه آقا همه باید قبول کنن، اسرائیل حق دفاع داره. آقا اسرائیل حق دفاع داره تو سرزمین خودش، حق دفاع نداره تو سرزمین دیگران که بره غزه رو بزنه، بره کرانه غربی رو بزنه، نمیشه که. برای حالا هرچی هم گفتین، اگه شما میتونید، اگه شما تونستین جنبش آزادی بخش ایرلند رو نابود کنید، نمیدونم خود ایران اگه تونست مخالفا رو بفز ریشه کم بکنه، اگر کسی ارتباط مردمی داشته باشه که نمیتونید نابودشون کنید که، مثلا یارو جز ریشه داشته باشه نمیتونی که آخه نابودش کنی. مگه بومیای کانادا رو تونستین از بین ببرینش؟ طول میکشه ولی همتون مجبورین معذرت خواهی کنین. اینم بگم یه چیز جالبینه، از شنبه شب یه دونه اطلاعیه، شنبه اینو که اینجا تعطیل تقریبا دیگه، چه اطلاعی نمیاد، آخر شب بود دیدیم اطلاعی داد بیل برل، رئیس پلیس سابق تورنتو، وزیر کشور سابق تورنتو و الان وزیر جنگ تورنتو، اومد گفتش که ما شواهدی در دست داریم که اون موشکی که خوردش به چیز، به بیمارستان و باعث قتل عام صدها فلسطینی شد، اون از کار اسرائیل نبوده، کار یه گروه دیگه بوده و البته ممکنه اشتباه پیش بیاد دیگه، که من براش نوشتم که اولا آقا جان مدارک رو روشن بگید، چرا شنبه، بعدا چرا مدارک رو منتشر نمی کنید دیگه، بعد از همه مهمتر تو که آدم دروغوی هستی بیل بره دیگه، من که خودم بودم دیگه تو 2010 تو جریان G20، آقا شما صدها نفر تظاهرات صلح‌آمیز بود، اینا دستگیرشون کردن غیر قانونی و اومدش هم به دروغ گفتش که یه سری زنجیر و قمه و اینا گرفتن، گفت اینا مال ایناست، در حالی که اصلا مال اینا نبودش دیگه، که بعدن حرفشو پس گرفت. بنابراین از وقتی هم که رفته تو سیاست آدم دروغوی، آدم قابل اعتمادی نیستش دیگه. خلاصه اینا شروع کردن که آقا ببین این کار اسرائیل نبوده، چون این کار به شدت به اسرائیل لطمه زد، چون اون انفجاری هم که اتفاق افتاد، اگر قراره که انفجارهایی که انجام میشه مال فلسطینی ها، بابا در نهایت این صف خونه رو میبردی، چون موشکاشون دستساز دیگه، مال اسرائیل یا موشکای آمریکاییه، با بمبایی که میندازن اینو یه بیلدینگ بزرگ، یک ساختمون رو خراب میکنه. بنابراین این از این پیلافه که اگر چرا نمیخوایم واقعا تحقیق بکنید، آمریکایی گفتن ما اجازه تحقیق نمیدیم، اسرائیلی هم نمیخواد تحقیق شه، خب آقا یه جای کارتون ریگی تو کفشتونه دیگه. خلاص اینا اومدن بعد دیدن که خب، گفتن خب 5 میلیون دلار هم کمک میکنیم به غزه، گفتن این 5 میلیون دلار فعلا بدین، این برای این خونبهایی که غرامتایی که در سالهای آینده تو دادگاه جنایت جنگی محکوم میشین، این به عنوان پیشقسط اولش بدین که راه بیافتین از الان. بعدش دیروز آقای نخست وزیر هندی تبار محافظه کار به شدت ارتجاعی انگلیس اومد گفت ما شواهدی در دست داریم که کار اسرائیل نبوده. اوکی گود، اونم 30 میلیون دلار داد. یعنی اینا اومدن سیاست میخوان ملت اون برا بیچاره رو خرشون کنن، میگن صداشون رو ببرن، میگن خب آقا حالا کشتیم، آقا بی خیال هم 30 میلیون پوند بگیرین حالا تو بعد، ولی نیان بگین اسرائیل بوده دیگه. در حال اوضاع متاسفانه تو منطقه جنگ همچنان درگیره و همچنان پیش میره، ولی متاسفانه دولت‌های غربی اصلا هیچ گونه تلاشی ندارن برای اینکه این جنگ رو بخوابونن. امروز ماکرون رفته بود توی اسرائیل و با نتانیاهو ملاقات کرد، گفت ببین ما نه تنها نگران تو ایم، نگران خودمونم هستیم، چون اینا تمدن و امنیت ما رو هم به هم میزنن. خب کسی نیست بگه آخه ما کارون تو درب داغون نتونستی تو نیجریه سربازای فرانسوی رو نگهداری، انداختنتون بیرون، آخه تو چی کاره، چه شیلی قدرت داری بیاین توی فلسطین، جایی که ریشه تاریخی داره، مردم اونجا ریشه دارن، حضور دارن، هزاران سال حضور داشتن، تو میخوای بیا اونجا چی بگی؟ زمیناشون هم تازه گرفتین، بعد بزنینشون میخواییم ببرین؟ اینجوری نیستش. اگه قرار بود اینجوری باشه که بابا الان ویتنام هنوز دست آمریکایی‌ها بود، آمریکایی‌ها تو عراق بودن، خلاصه اینا خالی بندی هایی که میبندن برای همدیگه روحیه بدن دیگه. در حال مسیر جنگ، جنگ خونینیه، خیلی بهای سنگینی دارن میدن و شرط خطرناکی هم هست، ولی در حال تو مسیر درستی داره پیش میره دیگه، یعنی مسیر تکاملیه و انشاءالله با امید خدا با مقاومت نیروهای
مردمی با مقاومت نیروهای ضد جنگ که میبینیم هر روز تو خیابونا هستن تو سراسر دنیا علیه نسل‌کشی اسرائیلی‌ها از مردم غزه محکوم میکنن، اینها هم مجبور میشن عقب بشینن، چون همین الان اگر تا الان وارد زمینی نتونستن وارد چند، خب تنوراش اینه که تنورایی که میتونن برن زمین سوخته است، همه جا رو بمبارون کنن، همه رو خراب کنن، تازه اون موقع هم نمیتونن وارد چند دیگه، چون همین تجربه‌ای که آمریکایی‌ها توی شهرهای عراق کردن و همه رو نابود کردن، ولی آخر هم نتونستن بمونن دیگه. الان بیشتر 2500 تا تو عین الاسد نیستن که اونم تو این 48 ساعت گذشته چندین بار مورد موشک قرار گرفتن دیگه. در حال به امید حق انشاءالله، به امید خدا، آفتاب همونجوری که الان اومده زیر ابر نمیمونه و دستهای خونالود ارتجایون سیاستمداران فاسد چه در کانادا چه در منطقه رو میشه و مجبورند که دو تا کشور بشه اونجا، کشور اسرائیل و فلسطین، و هر دو کشور با همدیگه در صلح زندگی کنن، ولی شرطش اینه که اسرائیل به مرزهای 1967ش برگرده، قدنامه‌های سازمان ملل رو بپذیره، آوارا رو برگردونه و از همه مهمتر غرامت جنگی بده، چیزی که تا حالا اسرائیل نشون بدن نمیخوان بپذیرن ولی میپذیرن. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. شاد باشید.